هفتمین روز اردیبهشت ماه برابر با 27 آپریل سال 610 خورشیدی برابر با 1231 میلادی، تأسیس دادگاه تفتیش عقاید معروف به انگیزیسیون در اسپانیا همزمان با یورش سپاهیان صلیبی به مناطق شرق. پاپ اینوسان سوم دستور تشکیل دادگاه تفتیش عقاید را صادر کرد و از این پس این دادگاه در سراسر اروپا به کار پرداخت و دوره جدیدی از خشونت و قساوت را در این سرزمین آغاز کرد. پاپ ها در این زمان از سلاطین و فرمانروایان سرزمین های مسیحی می‌خواستند که در سرکوبی ملحدین، یعنی هر کس که از اوامر آنها سرپیچی می‌کند، با مأموران کلیسا همکاری داشته باشند، وگرنه خود ملحد و سزاوار عقوبت خواهند بود. کسانی که به اتهام الحاد و سرپیچی از فرامین الهی که در واقع همان دستورات پاپ بود در این دادگاه ها محاکمه می شدند، حق داشتن وکیل را نداشتند و آراء محکمه قطعی و لازم الاجرا بود. سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، آغاز نخست وزیری دکتر محمد مصدق. محمد مصدق سیاستمدار، دولتمرد، نماینده چند دوره مجلس شورای ملی و نخست وزیر ایران که به عنوان رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران نیز شناخته می شود، از چهره‌های ملی‌گرای پرشور تاریخ ایران به شمار می آید که بر کشورهای خاورمیانه همچون مصر و لیبی تأثیر بسزایی گذاشت. او اولین سیاستمدار خاورمیانه بود که با ملی کردن صنعت نفت به مبارزه اقتصادی با قدرت‌های بزرگ مبادرت ورزید. محمد مصدق که در ابتدای جوانی برای ادامه تحصیل به فرانسه سفر کرده بود، با پایان تحصیلاتش در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوئیس سفر کرده و موفق به دریافت درجه دکترا در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل گردید. وی سپس به ایران بازگشت و در مناصبی چون معاونت وزارت مالیه، وزارت مالیه، استانداری فارس، استانداری آذربایجان، وزارت خارجه و نمایندگی دورهای پنجم، ششم و چهاردهم مشغول به کار شد. او سپس برای دو دوره به عنوان نخست وزیر ایران برگزیده شد، اما پس از بالا گرفتن اختلافاتش با محمد رضا شاه پهلوی و حوادث 28 مرداد از این سمت عزل گردید. سال 1351 خورشیدی برابر با 1972 میلادی، در گذشت قوام نکرومه، سیاستمدار آفریقایی و بانی استقلال غنا. قوام نکرومه یکی از سیاستمداران معروف آفریقا و پایه‌گذار استقلال کشور غنا که پس از اخذ مدرک دکترای رشته علوم اجتماعی در آمریکا به عنوان رئیس انجمن دانشجویی آفریقایی در آمریکا و کانادا برگزیده شده بود. پس از چندی به دبیرکلی حزب اتحاد غنا رسید. وی بعد از اندک زمان این حزب را به دلیل بیکفایتی و اختلافات داخلی رها کرده و حزب ملی خلق را تأسیس نمود.